سلام، کجا؟ به جناب عالی هم بگم کجا میرم کجا نمیرم؟ فرهاد، تو چرا متوجه موقعیت بخرنجت نیستی؟ تو داری هر روز بدبخت‌تر میشی، میدونی چرا؟ چرا؟ از روزی که این دلاراتو گم کرد دزدیدن از روزی که این دلاراتو دزدیدن دلار نسبت به امروز 3 برابر گرونتر شده. یعنی تو الان 3 برابر بدبختی. چرا اینا رو نمیفهمی؟ فردا اگه نتونی دلارا رو پیدا کنی نسبت به امروز 3 برابر دیگه که نسبت به دیروز میشه 6 برابر. پس اون فردا اگه بخوای بیای بدبختیاتو میخوای چیکار کنی؟ برای تو که بد نشد که. هرچی ما بدبخت‌تر شدیم تو خوشبخت‌تر شدی. آقا یحیی شده گاف صندوق جناب عالی. هر اتفاقی اینجا میفته بودو 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 میری بهش میگوی آن آمشو میسونی. جاسوسی شغل خوبیه؟ جاسوسی چی؟ جاسوس من چون میدونم شغل خوبیه بای جاسوس چه از من؟ یعنی واسه من یعنی آقا درست صحبت کن. تو فکر کنی من جاسوسم؟ درست صحبت کن، صدای منو بالا نبر. آه من جاسوس. آقا یحیی بعض وقتا به من زنگ میزنه میگه چه خبر. یه بار بهش گفتم آقا خاتون راضی شده زمین رو بفروشه ولی به فامیل نمیفروشه. من فقط همین جمله رو گفتم، ببین راضی شده به فامیل نمیفروشه، تموم شده رفت دیگه، هیچ چه بهش نگفتم. آیا این جاسوسیه؟ سعید چی؟ آمارشه میدهی به آقا یحیی؟ سعید کیه؟ اون دوستت اونم چیز کردم دیگه اونو. آقا اون به من زنگ میزنه یحیی میگه آقا سعید اینجاست یا اینجا نیست. خب من بهش میگم اینجاست یا اینجاست. حالا الان سلام هست نه نیست. اون دیگه جاسوسی نیست، سوال جواب دادنه. این که ما را تعقیب کردی تا بازاری صرافا، دلار خریدنمونم دزدکی تماشا کردی، بعدم تو سفره خونه لوش دادی. چی این چی اسمش؟ اون بستگی به زاویه نگاهت داره. یعنی اگه زاویه نگاهت اگه الان مثلا تو بیا جای من وایسا نگاه کن، اون جاسوسی نیست. ببین دو تا روایت داره که این جاسوسیه. نه من جاسوسی نکردم، من کمک کردم به یک آدم مال باخته. این اسمش جاسوسی نیست، کمک به آدم مال باخته است. خیلی خوب باشه، منم خیلی چیزا از شما میدونم، خیلی چیزا بعدن میفهمم که میرم میذارم کفی دستی آبجی. حرف آبجیه؟ دوتا مرد گنده واستادیم چرا حرف آبجیه پیش میکشی؟ بعدش هم من هیچ کاری نکردم که بخوای بری گزارش بدی. این کف دستان که الان شستم پاک پاکم. نشون میدم آقا. خب آقا نکن، جاسوسی نکن، زشته.
این اسمش جاسوسیه. این اسمش جاسوسی نیست، اسمش کمک به خواهره. حالا این زوایسا به کارا بدت فکر کن. من هیچ کار بدی نکردم. مهندس هم نرفتی؟ نه مهندس، منتظر کسی هستم. صورت جلسه من به همون نفرستدی هم صورت جلسه؟ آه ببخشید تو رو خدا، حتما برات میفرستم، ذهنم درگیر بود. فالب نداره، فردا برام بفرست. ولی یه چیزی میخوام بهت بگم، بی خیالشو اینقدر بهش فکر نکن، ولش کن بابا درست میشه. خدافظ. سلام. سلام مسرور خانم، خوش اومدی، بفرمون. بدون زنگ زدم فکر کردم رفتی. نه منم کار داشتم. بفرمون بشینی. خواهش میکنم. ببخشید اما زایمشون ماوم شدم، اصلا نمیتونستم برم خونه. حال خاتونه میبینم و به هم میریزم، الهی بمیرم. از وقتی فهمیده این دلارا گم شده و حالش بد شده. اگه میدونستم این کاووس بهش میگه دا خودم زودتر گفته بودم این دلارا رو برداشتم. اما دیگه چه حیف که دیر شده. والا معصومه خانم، من به این مسائلم فکر کردم. اگه ما به خاتون بگیم دلارا دست ماست، آقا فراسر میفهمه، پولی بابا منم برمیگرده. ولی یه مشکلی هست، اونم که فقط بابا من زمینا رو میخواد، فقط زمینا. خاتون هم که نمیفروشه. من خاتون راضی میکنم که زمینا رو بفروشه به آقا یحیی. راضی میشه؟ فکر کنم شک کنه، تا حالا همچه اصراری از من ندیده. من یه پیشنهاد بدم، خوبه بریم پیش دایی شما، شاید کمکمون کنه. اتفاقا به داییم فکر کردم اما تردید دارم. چرا؟ من تمام تلاشم اینه که هیچکی نفهمه. یعنی از اول تصمیم بر این بوده که به کمک شما آبی رفته برگرده. میدونین دلم برای دایی میسوزه، گناه داره، اعتمادش خراب میشه. یه چیزی بگم؟ بفهمه. عمو سفر اول میخواست وکالت این زمینا رو به دایی بده، چون تهرون بود و خودش نمیرسید به این کارا. اما دایی از عمو خواست که وکالت این زمینا رو به فرهاد بده. وای جدی؟ حالا اگه دایی بفهمه که فرهاد چه جواب بدی به این اعتماد داده، به نظرتون خورد نمیشه؟ چرا؟ ولی اگه دایی خاتون بفهمن، به نظری من هر دو میشکنم. اصلا دلم میخواد برم همین الان به عمو سفر بگم تو با این کمربندش فرهاد رو سیاه و کبود کنه. نه بابا نمیخواد، ما تمام تلاشیم اینه که کار به اونجا نرسه. خدایا حواست باشه. بله. سلام. مگه صد دفعه نگفتم به من زنگ نزن؟ من زنگ نزدم، از اومدم در خونه دو. ها؟ هیچ دیگه این خونه نیستم، درش اسم اومدم درش. زم دسته در نکنه، زحمت کشید. خیلی خوب بگو. اینجا اما ببخشین زم باید باید حرف زدم، شرمندم، ببخشین تو رو خود. خیلی خوب حرفه ده بزن. اینجا اما بیا بریم یه قدم بزنیم یکم با هم صحبت کنیم عزیزم. اول بگو فردا ساعت چند میری؟ چه ساعت چند؟ فردا ساعت چند میریم خیری؟ حالا تو بیا بریم حرف میزنیم. نزی صحبت ها ما زیاد کردیم، اول به من بگو فردا ساعت چند میریم خیری تا بیا. حالا تو بیا بریم؟ فرهاد اصلا خیری سری جاش هست یا نه؟ تو اجازه به من بده؟ ببین فرهاد جون، تو رو خدا با من رو راست باش، مرگی رو یا صادقانه با من حرف بزن. اش حالا که حرفی صداقت شده، صادقانه باید بگم قراری فردا کنسل است. ولی یا عجل نکن، به توضیح بدم، قضاوتم بکن. ممنون که صادقانه حرف میزنی. خواهش میکنم. لطفا دست داد راست کن. ولی گفتم دست داد راست کن. باشه چشم. بیا خداحافظ برای همیشه، از این به بعدم هیچی بینی مانی. برای چی؟ حالا کی جواب میده؟ هیچ کس منو میده. شما میده؟ قدر دو ماد ندارم، دو ماد جای گیر نمیاد. رویان فقط منو کوچیکم میکنه. خدایا ببین. اون دیگه هیچ وقت اینجا نمیاد. یعنی چی؟ همه چی تموم شد. چی داری تو میگی؟ همه چی رو به هم زدم، ما هیچ تعهدی به هم نداریم. یعنی چی؟
بی خیال تو رو خدا. مامان بابا جوری نمیشه. زنگ بزنم مادرش بینم چه خبره. تو رو خدا چرا حرف نمیزنی؟ نمیگی چه مرگده؟ قراری فردا رو به هم زد. منم نام زدیه به هم زدم. لا 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 لاب باشی؟ برای اینکه دیدم کله داغ کرده است گفتم یخت خونکشی. نام زدی به هم خوب؟ فضولیش به تو نایمده؟ خودمونیم رویا چیکار کرده که این پسر نمیاد بگیره ده؟ میزنم تو دهنه دا؟ والا با این چیزی که من ببینم حق داره. وایسا ببینم اینکه جور برده. دیوونه کردی؟ بودم حسابش چیه؟ چه مرگت دختر؟ خب راست میگه این بچه تو برای قرار فردا برداشتی دام زدی تو به هم زدی؟ چه سرت نمیشه که ما با علم آدم میدودن ما سالو رزرو کرده؟ خدایا چی کار کنم از دست این؟ دیگه با خستم کرده داره بازی میده. ترزینا ماسی خسته بشی نه حالا. آدمی صاف و صادقی نیست. حالا فهمیدی؟ من این آره نمیدونم. باید بری حرف بزنی ببینی مشکل چی چیه. باید ببینی مشکل چی چیه. شاید مادرش یه مشکلی داره. مامان کلافم کرده. من اصلا نمیدونم. من الان میرم زنگ بزنم خاتون ببینم جریان. بابا مامان خوبه؟ نازنازی تو اینجا گرفت اینجات. آقا من ماساژ نخواستم ولم کن. بله سلام علیکم مادر رویا جونم. حالتون خوبه؟ سلام علیکم شمسی خانم. حالتون چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ خانواده خوبه؟ همه خوبه؟ خدا رو شکر. وای چی کار میکنی؟ مثل کوساف خراب شده این رو بس کنم. جانم امرتون. با خاتون جان کار داشتم. گوشی ها بدن بهش. خاتون رو؟ بله الان البته اینجا نیست ولی پیداش بکنم یه لحظه گوشی. دنبال خاتون پاشو بیاد. خاتون خاتون خانون خودم کن. وای خاتون 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 سلام. سلام معصومه خانوم کجا بودی شما؟ کجا بودی؟ ببخش من از دهنم دارم. نه شما کار نداشته باشی. خب چیه؟ خاتون رو ندیدی؟ تلفن کارش داره. نه تو اتاق نیست. نه بود؟ شما ندیدی؟ آخه من الان از بیرون اومدم. خاتون رو کجا دیده باشم؟ آره خب حق داری. بی زحمت داری میرید سر رات زیرزمین هم یه نگاه بنداز. چند روزه تو زیرزمین زیاد رفت آمد میکنی. دست در نکنی. بابا دوتا دادی محکم بکشین پیداش میشه. زنده داشته را دور نمیره که. آقا جان داد زدیم نبود. داد نزن نیست. ره الان پیدا شد. رفتم تو زیر زمینم نبود. ای بابا زنده داشت. زنده داشت. چی تلفن کاری داره؟ آقا تلفنه خیلی خوب خونه آتیش نگرفته که تلفن کارش چی میکنی؟ زشته همسایه داری. بری من اینو کجا رفتی یعنی؟ شما اون برو برو شما اون برو منم از این از اینجا میام. بریم یعنی کجا؟ عجیبه چه نایمت با تلفن؟ حتما روشو نمیشه آخه بیان چی چی بگم؟ شایدم پشیمون شدم. تو یکی هم زبون در رو بردی برا من. الو سلام آقا ناده. نه خواهش میکنم. چی شد ماما؟ چه نقشه ای؟ خوب؟ شما مطمئنین این نقشه جواب میده؟ فکر بدی هم نیست. منصوره خانم خاتون پیداش شد. الان فراز زنگ زد به منصوره رفته بیرون. خونه چه خبری؟ خدا به داده در نقشه میکشم. میدونستم دست از پا دراسته برمیگردی. گفتم خودم بلنشم برم باشون حرف بزنم. آخه قایم میشه بازی که کار خوبی نیست.
حرف زدم خاتون زوم، حرف زدم، اینم شد نتیزش، عروست حلقه رو به پسرت پس دار. یعنی اینقدر از گم شدن دلارا ناراحته؟ اوه، تازه دلارا رو هنو بهش نگفتم. پس چی گفته؟ خریدی فردارا. خب خواستی بهشون بگی زمین رو میفروشیم از خجالتشون در میاد؟ میفروشی؟ خب حالا میگویی نفروشیم یعنی؟ چرا چرا، میگم بفروشیم، ولی بهتر نیست به آقا یحیی بفروشیم؟ تو چه سر و سریم با این آقا یحیی داری؟ چی بین دو میگذره؟ من هیچی از سر و سر با آقا یحیی هستم، من نمیشناسم. من بگم که بابا آقا یحیی دلش میخواد زمین از ما بخره، خب ما بهش بفروشیم، ثواب داره، دلی پیر مرد شاد میکنیم، خودم راضیه. خب بلنشو بریم خونشو. بریم خونه آقا یحیی. بریم تا بریم خونه آقا یحیی. نخه، خونه رویا. خونه رویا؟ ابدا ابدا، من چه میدونم مادرم بلنشو دارم بیاد خونه رویا. چرا نه، من خودم میرم باش صحبت میکنم، شما برین خونه به تانیگرونه دونم. رویا و حق داره، هر چی هم میگه حق داره، تو باید اعتمادشو جلب کنی. ببین هر چی گفته که دلشو خوش کنی، دیدس همه وعدای تو خالیه، اینم فکر میکنه تامینه. باید تو بشینی باش حرف بزنی، راست حسینی باش حرف بزنی، که از دهن این و اون چیزی نشنوه. اگه یه وقتم دیدی عصبانی شده، بگو خاتون قول دادست که عروسمون را بندازه. میتونی اینا رو قشنگ بهش بگو یا نه؟ چشم چشمتون بی بلا. بری؟ اونشو بری. بری بزنم هم برای دون بگو. الو، سلام علیکم، بفرما. سلام حاجی جون، اکبرم. زنگ زدم به تحت آشنا تو بونگا تا قیمتی زمینارو بگیرم. تقریبا من همه یه قیمت میدادم، فقط حاجی جون یکیشون میگفت اون زمینا فروش رفته. تا فروش رفته؟ دقیقش نمیدونه، بونگا نبود خونهشون، میگفت اونجوری که شنفته زمینا پشتی باقی بود زاخان همه فروش رفتن. ولی ما نفروختن. شایدم اشتباه کرده، اینم شنفته. به هر حال همه زمین و معداد فروش رفته، شایدم اشتباه کرده. حالا فردا من میرم با اونگاه خودش زمین ها رو دقیق تونه از خیدش روش بدم، میبینم چی میگه. خاصی خودتونم بیان باشه دست نستم. الو الو حدی جون. الو الو الو. بله نه چه سر را قد شو. میگم حالا یه زمین ها متری چنده؟ چیکار داری؟ پرسیدم چیکار داری؟ بالا بالا. تو اون بالا چیکار میکنی؟ این چی طرفه اون بالا؟ باید در مورد محلمون هم به شما زن پس بدیم. تو اون بالا یه دوتا نارگیل بنده پان؟ پاسه بونی من حل شدی، حالا مزاری پاستی ها؟ به به، خوش مزاقه شده اقا فرها. با چی کار داری؟ با رویا. بردر زنیمون اینی چی تا میمونه؟ خدای نمیشه که آدم حساب به ما بده. رفت از اون بالا آب رو نمیذاره برای کسی که چی از عبده گرفته. حالی شده ایم آقا ایچ اومدی پایین. چی تو اینی چی تا تو کجا کار میکنی؟ رویا نوا رویا خانوم. دومم مگه شما نام زدی به هم نزده بودی دیگه این مرا؟ چی نام زدی به هم خواهد؟ برو 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 زنگ بدارم. یه سال دارت به من زنگ میزنه. زنگت الو. من به تو زنگ نزدم عزیزم. همین الان به تو زنگ کنم. برسه بینم خواهم با لدی واری جای رفته. نه خیلی من خوشتری هم خدا. الو عزیزم. نقشه؟ چی کار داری؟ دیگه برا نبود بری. رویا زنی فرهاد واکن با طرف مهم دارم. برو زنی منست؟ مگه شما همشه باش حرف دارم؟ آره بابا من مردلی ده. بابا من مشتاقی دیداری ده. رویا واکن زنی فرهادی ده چی؟ بلا بیز زنه چی؟ بیز زنه؟ بابا نترسه من آره نارا حدیث. رویا من بهت قول میدم، یعنی از طرف خاتون بهت قول میدم که عروسی به موقع برگزار میشه. چند وقت از همچه حالم خوب نیست، ولی بالاخره خاتون راضی شد زمینا رو بفروشه. مشکل من تو هم مادی بود دیگه، میگه نه دارت حل میشه. وایسا بفرما بیا زمین دستت کن. خواهش میکنم رویا جون بیا بگیرش.
دو روز من عصبانی کردی. پولی سالانو که خودم میدم. زنگ میزنم جواب نمیدی. آخرش هم معذرت خواستم که خاتونا میگه زن و شوهر باید با هم صادق باشن. باید پشتی هم باشه. میگه تو کار نمی کنی، برای چی میخوای زمین رو بفروشی؟ حیف نیست؟ چرا بابا، کارم رو دارم عالی، ولی راستشو بخوای یخته به مشکل خورد. چه مشکلی؟ ببینم، میگه تو دلار نداری؟ بابا میگه با چند درصد دلار قشنگ میشه عروسی را بندازی. الانم که دلار گرون شده. نه رفت اسپالا؟ نگو که خبر نداری. میگه میشه بابام ثانیه به ثانیه خبر داره. چرا؟ نه من میدونم گرون شده، حواسم هست. فرهاد من حس بکنم تو داری منو میپیچونی. بگو نقشه چی چیه؟ بگو تا از بقیه نفهمیدم. دقیقا خاتونم همینم بگم تا از بقیه نشنفته. خب بگو. منو دیگه هیچی از تو مخفی نمیکنم. اینا صادق اینی کفی دست باریکلا، منم همین از تو میخوام. دلارا گم شد همون روزی فرد مهمونی. چی دیگه؟ دلارا گم شد، منم بدبخ شد. دست بده راست کن. چی؟ دستمو چی خواه داری؟ کدومشو؟ همینه درست کن. گل یه پوچه؟ اونه که من همین حالا بهت دادم تا یه ثانیه بارو من حلق پس میده. رویا نرو، اجه تو بریا منم میرم. جایی هم ندارم برم بگرم خونم خواهدان چی گفت کنم. من چیزی بهش نگفتم به خدا. بابا همین حالا حلقه رو بهش دادم پسم داد. بدم شما؟ شما بهش میده؟ میخوام برم بیرون؟ چیکار کنم؟ اینو خودم خریدم ها؟ بیا من هر کار من رو دو دو بقید شما به من چه زره نده من رو دو. نایمد؟ کی بابا؟ داداش نادر دیگه. بیا توش بابا بیا. خیلی گوشنمه. سلام بابا. سلام بابا. سلام. تا کجای؟ چرا میمیه؟ تو که میدونی تا وقتی شما نباشی مامان به ما شام نمیده. ببخشید دیر کردم. رفته بودم سر زمین. کدوم زمین؟ منظورم زمین آقا فرهاد ایناست. آقا فرهاد اینا. اون خانواده محترم که زمین ندارن که. بگو رفته بودم سر زمین آقا یحیا، اینو بگو. باشه. زمین آقا یحیا. خوب شد؟ بابا جون. این با یه حالتی گفت که برداشتی من این بود که این داره شما رو مسخره میکنه. آتش بیاری مرکه دهنه دو ببند. خیلی خوب، حالا واسه چی رفتی سر زمینای من؟ میخواستی سنگ مندازی؟ یا دنبال یه بهونه بودی کار من پیش نره؟ ببینم بهونه رو پیدا کردی؟ بابا چه بهونه؟ رفتم یه سری به اون زمینا بزنم، رفتم ببینم آدرسش کجاست. بچه اون زمینا مال تو هم هست. بابا من تو اون زمینا هیچی سهم ندارم. بابا سهمشو بدین به من، فقط یه دونه شه هم حالا به من بخشیدا، شما شاهد باشید. پول دونس فرهاد پس بگیریم، زمینش هم بهش پس بدیم. خواهش میکنم ازت. حالا اون پول که گم شده، شما فکر کنین کیف پوری پوله، بگیریندش تمومش کنین دیگه. یعنی واقعا این کیف پر دلاره؟ بله پوری پوله، مال شما. بر فرض که این پول مال من باشه، من برش میدارم، مشکلی نیست. جدی میگین؟ خدا خیرتون بده. باشه اصلا پس میگیرم. با فرهادم هیچ قراردادی ندارم، عوضش فردا صبح میرم پیش خاتون، کیفو میدم به اون، با خاتون قراردادی میبندم. بابا تو رو خدا دیگه بدتر از اینش نکنین. خاتون با فامیل معامله نمیکنه. با من معامله میکنه، وگرنه آبروش میبرم. مگه من مچل مردمم؟ اومدی؟ سلام. بله مادر، اما حقیقتا بهش گفتم بفرم نمشد نتیجش، دوباره حلقه رو بهم پست. خب طور نیست که مادر، پنهون کاری خیلی کاری بدیه، مخصوصا ما بین زن و شوهر خیلی عمل زشتیه.
بله شما درست میفهمون، خیلی کاری زشتی. ببین الان رفتی صاف و ساده حرفاتو بهش زدی، تا آخرش هم باید همینطور باشی، بعد اونم راحت تر میتونه تصمیم بگیره. چشم مادرم، چشم. خب حالا پاشو بیه شام بده بخور. چشم بفرست. بلنشو بیه، بلنشو بیه مادر. رویا مادر وقت بیا شام ده بخور. من شام نمیخوام. منم جا بودم نه نهار میخوردم نه شام. بعدشم کاری میکردم که آقا فرهادم نه نهار بخوره نه شام. ما باید اولین بچه رو یه جوری آرومش کنیم. مگه میشه آدم اون همه دلار رو گم کنه؟ آدم تو این دور زمونه خودش رو گم میکنه، دلار گم نمیکنه. از بس دست با چلفتیه. از تو هم خودت اون دوتا میگفتین حرف راست از دهنی بچه بشنو. اینجوری به این گفته است، گفته است فردای مهمونی گم شده، شاید هم نقشه است. چه نقشه؟ رویا میگه اینا نقشه است، یه چیزایی هم پشت تلفن شنیده، اینا میگه نقشه است. واسه ما نقشه کشیدم؟ نه بابا اینجوری که نمیشه، یه زنگ میزدی به خاتون. خواستم زنگ بزنم رویا نمیذاره، ولی من خودم زنگ زدم و خاتون جواب نداد. اصلا چرا خاتون به شما زنگ نزد؟ خرج تلفنشون زیاد میشه. چه تو چرا اینقدر حاضر جوابی میکنی؟ چه میدونم؟ حتما فرهاد نمیذاره. بابا ما 2000 دلار داشتیم واسه جایزه دخترمون فروختیم، همه اونجا میخریدن، ما میفروختیم واسه جاز. الان تو قصه اینو میخوری؟ من قصه حال و روز دخترمو میخورم. میخوای پاشم برم در خونشون؟ ما را باش. اینقدر ما میگی موتور میخوایم موتور میخوایم، شما میگی نداریم. الان میگی کلی دلار داشتیم فروختیم دادیم جهیزیه برای رویا. عقل کن، الان جهیزیه برای این دختر واجب تره یا موتور برای تو؟ دلاره بابا. لا اله الا الله. میگم ها اینا فکر نکنن ما دلارا رو دزدیدیم. پاشید بریم شام بخوریم. پاشید دیگه، منو چرا نگاه میکنی؟ راستش دایی جون، من میخواستم با فرهاد حرف بزنم، گفتم قبلش با تو حرف بزنم، شاید یه چیزایی ها که فرهاد میدونه تو هم بدونی، با تو راحت ترم. اتفاقا منم میخواستم با شما حرف بزنم. خب چه بهتر، بفرما. نه شما اول بگو. راستش سوال و جواب با فرهاد یخته خب سخت است دیگه. یادم است بچه بودیم عروسکی تو گم شده بود، داشت گیریه میکردی، من فهمیدم کاری فرهاده، گفتم فرهاد دای عروسکی معصومه کو؟ گفت که من دیگه با معصومه بازی نمی کنم. گفتم عروسکیش دستی تو؟ گفت آبجی منصور منو باید ببرد پارک. گفتم خیلی خوب میبرد، عروسکی معصومه دستی توز. گفت که من با معصومه قهرم آد دیگم، اصلا شام نمیخورم. آره از بچگی عادت داشت آد ما رو بیپیچونه. آره واسهش من فرهاد خیلی دوست دارم، ساده است، اما خب بعضی وقت هم تفره میره، بعضی وقت همچین میپیچونه داده ما دوری کلافی، کلافی که شاید تو هم از اون خبر داشته باشی. این است که گفتم باید صحبت کنم. آره دایی جون خبر دارم، از همه چی خبر دارم. خب بگو دا. دایی جون یادتونه میگفتین سر برود اما سر نرود؟ پس سری داری؟ بله یه رازی هست که نمیتونم بگم، اجازه بدین نگم. راستش منم وقتی رفتم با مسجدی حرف زدم یه چیزای فهمیدم، دنبالی زمینم که زمینو بفروشم. دیگه ادامه ندین دایی جون. ادامه ندم؟ خب دایی جون فروش زمینا واگذار شده است به من. دایی جون من خوب میدونم با روی آرومی که شما دارین راحت از کنار همه چیز میگذرین، اما اگه بخواین یه چیزی کشف کنین ها مورا از ماس میکشین بیرون. من میخواستم بیام پیش دون چون خوب میشناسم ادون، میخواستم از ادون خواهش کنم که یه چند روز صبر کنی. بابت زمینا 2 روز صبر کنی، مهلت بدین دایی جون، دنبال حل معما نباشین. اگه نتونستم سر این کلافو باز بکنم
اون وقت میام پیشتون و همه چیزو براتون شرح میدم. من دارم تلاش میکنم که همه چیز درست بشه، اما اگه حل نشود راه آخر شمای. باشد، فقط یه شرط داره. چه شرطی دایی چون؟ اینکه آب تو دلی خاتون تکون نخوره. اگه این معما شکلی است که خاتون به ضررش میشه، باید کاری کنیم که اخ به رو خاتون نیاد. شرط همینه. دایی جون، من که همه تلاش خودم اینه که خاتون رو خوشحال کنم. حضور سر شما اینجا؟ بفرمان امو سفر. منو معصوم خانم نشستم، بفرمان. خیر زمره دونی، منو نجاتم بده. این خیری داره زمینه 24 ساعت به من زنگ میزنه. تکلیف منو معلوم کن. شما زحمت بکش دو روز صبر کن، انشالله همه چی درست میشه. من باید برگردم برم تهران. کاری ترسیدم؟ معلومه که ترسیدم. من که ترسیدم چی بابا جدم هم ترسی. آخه ناتشاو یادمه ولده چبوشیه، کمیش تو هوا والا گوزه نوسخه و پیچه. او از اون که عبدالله پدر کشش رو انتاش تایی چا. اونم از اون که این همه پلیس رو جمع کرده اینجا. من که میگه واقعا عجب سریال خوبی بود این خوابا بیدار. ما فقط نفهمیدیم این وسط کی خوابه و کی بیدار. من خواب بودم و اون بیدار. قشنگ بودش. سلام رایا جون، خوبی؟ ببخشید من شما رو اشتباهی گرفتم، خدا حافظ. اینطوریه؟ دارم برات. الو، بله. سلام. ببخشید اشتباه دستم خورد، خواستم به سعید زنگ بزنم. حواست رو جمع کن، خدا حافظ. ای بابا. اینجه گذاشتن ما دستمونه بشوریم. اومدم. سلام بر فرهاد کوهجان. بیا تو مزنه. یا الله، پسری تو دل نرو، پسری خشک و بی احساس. در پس این اسم چه چیزی نهفته است؟ کجا؟ بابا دنبال بدبختی خودم. کجا باید برم مثلا؟ کی بریم؟ کی کجا بریم؟ دنبال بدبختی من؟ نه خیلی، دنبال خوشبختی های پسرم. دنبال خوشبختی پسره؟ بله، مگه نگفتم خاتون از مسافرت برگشتست؟ آها گفتید، منم که گفتم چشتون روشن. چش دلتون روشن، کی قراره مهمونونو بذاری؟ ای بابا عزیز من، اینا تازه رسیدن، مثل خستگیشون در کنن بعد با هم میریم، خوبه؟ صبح خیر. صبح شما هم بخیر، قربونت برم. این بچه از وقتی که دنیا اومده سرش همیشه دعواست. این حرفا رو ول کن آقا، شما همین الان زنگ بزن به خاتون برای جمعه قرار بذار، تا اون موقع خستگیشونم در رفته است. باشه، حالا زنگ میزنم. باشه، یعنی چی؟ همین الان زنگ بزن. بابا الان که اینا هنوز ناشتا نخوردن، سر صبح اول وقتی ناشتا نخوردم نمیشه زنگ زد بهش. شما نگران نباشید، خاتونا شیش صبح بیدار میشه، تا اون موقع نمازشو خونده، ناشتایش هم خورده. اتفاقا خاتون اعتقاد داره کار باید صبح بخروس خون شروع بشه، یعنی اولی صبح نیت کنی که تا آخر وقت اجابت بشه. تو از کجا میدونی که اینجوری اعتقاد دارم؟ آخه معصومه خانم چون اومده بود آزمون شهرداری داره به من گفت. اصلش میدونی ماما، من خودم بهشون زنگ میزنم. یحیی خان شما بری به کارادون برسین. چی رو شما بهشون زنگ میزنید؟ شما اصلا حق نداری به کسی زنگ بزنی، خودم بهشون زنگ میزنم. یعنی چی بابا؟ این کار را زنونه است، حالا شده مردونه. یحیی باز داری ها یه کارایی میکنی ها، داری ما رو میدونی ها. چی رو شما رو میدونم خانم؟ چه کارا دارم میکنم؟ ببین یحیی، دارم میگم داری بازمون میدی، باور نمیکنی. اون از جریان مهمونی که نذاشتی یک کلمه راجع به بله برون با تو صحبت کنیم، اون از جریان پایان کار که با وعده بله برون ازمون استدی، اینم از امروزت. خانم من، عزیز من، شما چرا متوجه نیستی؟ اون بچه دلاراشو گم کرده،
اون خانواده در یه شرایطی بسیار بدی هستن، ریختن به هم. اون وقت شما توقع داری من بلند شب برم زنگ بهشون بزنم بگم خانواده ما میخوان بیان برای بله برون؟ پدر من اگه دلارام پیدا بشه بازم ما نمیریم بله برون. چرا؟ اگه دلارا پیدا بشه و آرامش برگرده به خونه حتما میریم. چون قرار نیست ما اصلا دیگه بریم بله برون. قرار نیست چی؟ مادری من چون بله برونی در کار نیست، چون همه سری کاریم، چون معصومه خانومی جوابی مثبتی نداده کسی هم موافقت نکرده که ما بریم بله برون. یعنی چی؟ تو چی داری میگی؟ یعنی اون اصلا منتظری ما نیستن. یحیی یعنی دختر جواب بله نداده است، یعنی اونا منتظر ما نیستن؟ چرا خانم جواب مثبت داده. اگر که جواب مثبت نداده بود برای چی مهمونی راه انداختن؟ چرا منتظر ما هستن؟ شما نگران نباش، همه چی ردیفه. پدر من هیچی ردیف نیست. هست عزیز من. میگم ناده بابات راست میگه دا، اگه اونا راضی نبودن و برای چی برای مهمونی برای دعوت کردن؟ مامان میخوای دلیلش بدونی؟ بیا من شماره معصومه خانوم رو میگیرم خودتون بپرسید. به کی میخوای زنگ بزنی؟ معصومه خانوم. نه خیر، حق نداری به اون زنگ بزنی. وای به حالت یحیی، یه قدم جلو بیا. رود 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 سلام. بله بفهمه. سلام معصومه خانم، من مادر نادر جان هستم. سلام، حال شما خوبی؟ سلامتی؟ خانواده خوبن؟ سلامت باشین. خاتون خوبن؟ شما خوبی؟ خوبن خدا رو شکر. سلام دارم خدمتتون. میگم معصومه جان عزیزم، ما دلمون رو صابون زدیم که بیاییم برای بله برون شما. با بله برون ما هم چه قراری نداشتی؟ ای مگه شما بله رو نگفتین اجازه ندادین که ما بیاییم منزل دو؟ نه من هم چه حرفی نزدم. حواسی چی برای مهمونی ما رو دعوت کردی؟ دعوتی از طرف ما نبوده، آقا فرهاد دعوت کرده بودن. گویا یه سری معاملات با آقا یحیی انجام داده بودن که فرهاد اصرار داشت شما تشریف بیارید. آقا کابوس هم دوست داشت شما برای تولدش باشی. آقا یحیی در جهنم دعوتی از طرف فرهاد نبوده. بله ممنونم، ببخشید مزاحم شدم. خداحافظ شما. خواهش میکنم، خوشحال شدم. سلام برسونید. چه پچه را رفتی؟ کجا؟ این هم از اقبالی ما. کجا؟ ها؟ برای چی میری؟ بازم در بستی؟ خب در ببندم، دلیل میشه بری؟ من برات مهم نیستم؟ چرا ازم خیلی برام مهمی؟ اگه مهم بودم که نمیرفتی. از شرمندگیمه. اه شرمندگی هم بلدی تو؟ اینا دیگه بلدم. چشم، هرچی شما بگین خاتون جان، حرف شما حجته. نه اختیار دارین، خواهش میکنم، نفرمایید. چشم چشم، سلامت باش. منو دروغ گفتم، کاری اشتباه کردم، الانم از ته دل شرمنده. دایی ها همیشه میگه قبل انجام یه کاری شرمنده باشه. این چرا؟ چون یه قبل شرمنده باشه اون کار انجام نمیده. همونم سوریست من همیشه بعد شرمنده میشه. خب حالا بیا بریم تو. نه ترسم بیام تو شرمنده بقیه هم بشم عزیزم.
میگم ما کار دز دست دادی؟ کار؟ ده کار با ای زدی دیگه؟ حالا که دلاراشو گم کردی بی کارت نکردی؟ میگم ما بیا حالا راز مسئله صحبت نکنیم. برای چی؟ ترسم یه چیز بگم دوباره شهرمندت بشم. خیلی خوب، زمیناتون کی فروش میره؟ میشه این سوال از من نپرسی؟ آخه وا میترسم اینم جواب بدم بازم شرمندت بشم عزیزم. یعنی چی؟ میگه دنبالی مشتری نبودی؟ بابام یه مشتری خوب سراغ داره، پولش هم نقده. اجازه بده اینم جواب ندم، آخه از قبل شرمنده ترد میشم. وای فرهاد تو داری منو دیوونه میکنی. بابا من فقط دارم به توصیه دایی گوش میدم، حرفی نمیزنم که پشت شرمندت بشم. چیه سین وقتی رو زنگ میزنی؟ سلام. کجای بچه؟ من بیرونم، شما کجا؟ درست سر کوچه‌تون واسادم. سر کوچه ما؟ چه خبره؟ ببین دارم میرم قرارداد نشون خاتون بدم. نه 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 رو ریدی یا معلوم. تا دو دقیقه دیگه اگه اومدی اومدی و گرده میرم در خونتون. باش معلوم میام شما نره، من اومدم من اومدم. خدافز خدافز. کی بود؟ ازم نمیتونم جواب بدم، اگه جواب بدم بازم شرمندت میشم. روزو من باید برم با شرمندگی. کجا با این عجله؟ اگه نرم ما یه عمر شرمنده خانواده میشم. رویا جون شرمنده بازم سرت میذارم. خداحافظ خداحافظ. گیرم که بار کج به منزل رسید، گیرم که حق خوردی یا هیشگی ندید، گیرم که این دنیا یه پر زرق و برق، جز تو به ساز هیچ کسی نرخصی. اصلا یه دنیا رو فریب دادی یا از هفت دولت آزاد آزادی یا یک شب رفتی ره صد سال را از هیچ کسی یادی ها تمه تمه دار نگاه سردت، میخوای که هیچکی نرسه به گردت، حریص این دنیای فانی شدی، با درد هیچکی چی داری از دست بدی یا بری.